زندگی مسیحی یعنی زندگی عوض شده. مسیحیت این نیست که آدم یک مذهب جدید رو پیدا کنه، بلکه یک زندگی تازه‌ای رو پیدا میکنه. در ایمان مسیحی انسان باید روز به روز عوض شه. ممکنه یک شبه کامل نشیم و مثل مسیح نشیم، ولی باید روز به روز، هفته به هفته عوض بشیم، شخصیتمون، زندگیمون عوض بشه. باید روحیه‌مون عوض شه، باید از افسردگیامون آزاد شیم، باید رفتارمون عوض شه. با اونطور که با همسرمون، با همکارانمون، با دیگران برخورد میکنیم، باید عوض شه. ما مسیحیان باید روز به روز عوض بشیم. ولی خب چطور؟ چه جوریه که انسان باید عوض شه؟ رومیان فصل 12 آیه 2 میگه که همشکل این جهان نشوید، بلکه با عوض شدن فکر درون شما تازه بشه. خداوند میخواد که فکر ما عوض شه، با عوض شدن فکر که رفتار ما و زندگی ما عوض میشه. میخوایم که امروز یاد بگیریم چجوری عوض شیم، چجوری فکر رو عوض کنیم، چجوری انسانی باشیم که تازه باشه، هم رفتارمون، هم گفتارمون، هم روحیمون. چجوری میشه؟ میگیم خب مسیحیت باید انسان عوض شه. حالا سوال اینه چجوری؟ با عوض شدن فکر. امروز تمام اینو باز میکنیم. امروز میخوام به شما کلیدی بدم که روز به روز زندگی شما در عیسی مسیح بهتر و بهتر بشه، هم روحیتون، هم گفتارتون، هم شخصیتتون، هم رفتارتون. خوب توجه کنید. پس کتاب مقدساتون رو باز کنید. امروز از کتاب مقدس یاد میگیریم، کلیدهایی رو یاد میگیریم که چگونه زندگی ما، افکار ما عوض شه. در افسسیان فصل 4 آیه 22 تا 24 میخونیم سه قدم اساسی برای عوض شدن. اینو باید به خاطر بسپرید، روز به روز استفاده کنید تا زندگیتون هر روز عوض شه. افسسیان فصل 4 آیه 22 تا 24 سه قدم اساسی به ما یاد میده. آیه 22: شما آموختید که باید به لحاظ شیوه زندگی پیشینه خود آن انسان قدیم را که تحت تأثیر امیال فریبنده دستخوش فساد بود از تن به در آورید. باید طرز فکر شما نو شود و انسان جدید را دربر کنید که آفریده شده است تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا شود. پس اینجا سه قدم یاد میگیریم. آیه 22 قدم اول میگه چی؟ میگه شما باید یاد بگیرید که اون انسان قدیم رو از تن بدر کنید. چقدر قشنگه این کلمه از تن بدر کردن، و بعد میگه تازه شدن، و بعد میگه پوشیدن. پس سه قدم چیه؟ از تن بدر کن، تازه شو، بپوش. درست مثل اینه که آدم وقتی به میره حموم، میخواد بره مهمونی، میره اول حموم. چیکار میکنی؟ نمیری که لباس عروسی تو با اون لباس چرکین قبلی تنت باشه، اون لباس عروسی رو هم بپوشی. خدا میخواد یه لباس زیبای عروسی، شخصیت زیبا به ما بپوشونه، ولی باید اول اون شخصیت قدیم، اون انسان قدیم رو از خودمون دور کنیم، از تن به در بیاریم. همونطور که میریم حموم چیکار میکنیم؟ لباس قدیم که بو گرفته، حال آدمو به هم میزنه، اون انسان قدیم، اون لباس قدیم، اون زندگی قدیمی که من و شما داشتیم، آدم فکرشو میکنه حالش به هم میخوره. مگه اون زندگی بود؟ مثل لباسی که میخوایم بریم حموم بکنیم، این لباس کهنه رو در میاریم، لباس کثیف قدیمی بوگندو، بعدم خودمون رو میشوریم، بعدم یک لباس جدیدی رو که خدا به ما داده میپوشیم. اینجا هم همینو میگه، لباس قدیمون، زندگی قدیمو باید دور انداخت. و باید شماره دو، پس اون افکار و اون زندگی قدیمو باید دور انداخت. دوم میگه افکار شما باید تازه بشه. پس کلید اینجاست، اون چیزها، روشهای قدیمی رو دور میندازیم، فکرهای تازه میاد. فکرهای تازمون از کجا میگیریم؟ از کلام خدا. از این اون نمیپرسیم، کلام خدا فکرهای ما رو باید تازه کنه. همونطور که رومیان 12:2 دیدیم که میگه همشکل جهان نشوید، بلکه با تجدید افکار اراده نیکوی خدا رو دریابید و ذهن شما، درون شما تازه بشه. پس انسان قدیم رو در میاریم، فکر ما به وسیله کلام خدا تازه میشه، و بعد انسان جدید، اون شخصیتی که شبیه خداست رو ما میپوشیم، اون لباس زیبای مسیح رو که شخصیت ما، رفتار ما مثل مسیح باشه.
پس چه کار میکنیم؟ هر روز عزیزان، شما که به مسیح ایمان آوردید، هر روز این سه قدم رو بردارید. رازگاهان یعنی وقت گذاشتن با خدا. هر روز کتاب مقدس رو باز میکنید، هر روز حداقل یه فصلش رو میخونید، میگید خداوند در این فصل چه چیزی من یاد میگیرم که باید فکر من عوض شه، زندگی من عوض شه؟ چه چیزی در اینجاست که با زندگی من، با رفتار من، با گفتار من مغایرت داره؟ هر جایی که میخونید مغایرت داره، این سه قدم رو برمیدارید. چجوری؟ تو رازگاهان یه آیه رو میخونید، میگید اه خدا اینو گفت، پس من باید چه کار کنم؟ یک، روش قدیمیمو دور بندازم، چون روش قدیمی من باعث بدبختی منه، باعث میشه اطرافیان من درد و زجر بکشن، باعث شکست من، اون زندگی قدیم من، رفتار من، افکار قدیم من، پس اونا رو دور میریزم. دوم، با فکرم تازه، خداوند آنچه که تو در این کلامت میگی حق و حقیقته، اونو میخوام تو فکرم جا بدم. و بعد شماره سه، خداوند تو رو میپوشم، شخصیت تو، میخوام مثل تو باشم. عیسی مسیح، میخوام رفتارم، گفتارم، محبتم، فروتنیم، آرامشم مثل تو باشه، پس تو را میپوشم که مانند تو زندگی کنم، مانند تو رفتار کنم. کلید همینه، باید زندگی ما، فکر و رفتار ما در هر مورد عوض بشه. حالا به شما یاد میدم در موارد مختلف زندگی چجوری باید زندگی ما، فکر ما و بعد زندگی ما عوض بشه. خوب توجه کنید. در هر مورد از زندگی باید ببینیم که کلام خدا چی میگه و زندگی ما چگونه باید تغییر پیدا کنه تا مانند کلام خدا باشه. این به نفع خود ماست. تمام دردها و رنجهایی که من و شما داریم به خاطر اینی که فکرهای ما، روشهای ما با خدا فرق میکنه. در هر مورد از زندگی که ما نگاه میکنیم کلام خدا حق و حقیقته و عمل میکنه و نتیجه تو زندگی ما میده. حالا در موارد مختلف امروز صحبت میکنیم، شما آیه ها رو برید پیدا کنید، بخونید، یاد بگیرید و مهم از همه اینه که تو زندگی اجرا کنید. بگید میخوام اینو بپوشم، میخوام این کلام در من شکل بگیره، فقط تو فکر من نره، فقط این نباشه که فقط بفهممش، درک کنم، تو مغزم بگذارم. یادتون هست کهنه رو در بیاریم، فکرامون تازه بشه. ولی یه قدم سوم هم هست، بعد اون رو بپوشیم، کلام خدا رو بعد بپوشیم، بعد زندگی های ما رو عوض کنه. مورد اول، در مورد ارزش خودمون باید زندگی هامون عوض شه. یک، ارزش ما، ارزش ما، ما چه ارزشی داریم؟ خیلی از ما انسان ها از خودمون مطمئن نیستیم، اینقدر تو سر ما زدن، اینقدر ما رو کوچک کردن که خودمون باور نداریم که چقدر ما با ارزشیم، حداقل در مقابل خدا. در کتاب دوم قرنتیان فصل 4 آیه 7 باز کنید، 4:7 اینو میخونیم که میگه این گنجینه را در ظروف خاکی داریم تا آشکار باشد که این قدرت خارق العاده که در ماست از خداست نه از ما. این آیه و آیه های دیگه به ما نشون میده ما انسان ها نباید به این فکر باشیم که خب دیگران راجع به من چه فکر میکنن. بابا دیگران هی ما رو کوچک کردن، دیگران ما رو خار کردن. اگه به حرف دیگران نگاه کنیم، من و شما بی ارزشیم، ولی اگر به حرف خدا نگاه کنید، من و شما خیلی با ارزشیم. چه ارزشی؟ میگه ما گنجینه‌ای هستیم در این ظروف خاکی و سفالی. یعنی میبینه کلام خدا میگه بابا ما انسان‌ها هیچی نیستیم، خاکیم، ولی آن گنجی که مسیح خدای ما در قلب ما گذاشته که روح خداست و اون شخصیتی که در ماست، اون خیلی با ارزشه. پس من و شما خیلی واقع بینانه بعد نگاه کنیم، بله ما این عنوان انسان هیچی نیستیم، ولی با خدا همه چیز هستم. من با خدا خیلی با ارزشم، چون یک گنجی در این ظرف سفالی وجود داره و اون گنج من نیستم که بخوام مغرور بشم، بخوام افتخار کنم. اون گنج خود کلام خدا و خود روح القدسه که در من هست. پس من و شما میتونیم بگیم من با ارزشم، نه با غرور بگم من با ارزشم، بلکه با فروتنی بگم من با ارزشم، چون خدا در من هستش. پس هیچ کس انسانی نمیتونه منو کوچک کنه، هیچ انسانی نمیتونه شما رو کوچک کنه. ممکنه همسر تو رو طلاق بده و ترک کنه، بگه تو بی ارزشی، تو رو نمیخوام، ولی خدا میگه تو رو میخوام، تو برای من با ارزشی.
کلام خدا رو باور کنیم، نه حرف مردم رو که ما رو کوچک میکنن، ما رو خار میکنن، ما رو بیارزش میکنن. حرف مردم رو باور نکنید، حرف خدایی رو باور کنید که میگه تو گنجی، تو برای من گنجی، تو با ارزشی، من تمام دنیا رو حاضرم بدم تا تو رو به دست بیارم. این حرف خداست. دوم، در مورد مثلا بالا رفتن سن، من فقط چند مورد رو اینجا میگم، ولی هرچه شما در کلام خدا جستجو کنید از این موارد در این آیه ها زیاد پیدا میشه. در مورد شماره دو، در مورد پیر شدن، پیر شدن فکرامون باید عوض شه. ما انسان ها نگاه میکنیم میگیم که من دارم پیر میشم، موهام سفید شد، چین و چروک آمد، بدبخت شدم، دارم به مرگ نزدیک میشم. بعضی همون اصلا افسرده میشیم، میبینیم که دارم به آخر عمرم نزدیک میشم، این صورت جوانتر نمیشه، حالمون گرفته است. ولی کلام خدا چی میگه؟ این فکرها رو کنار بگذاریم. حتی راجع به پیر شدن، راجع به بالا رفتن سن باید فکرامونو کنار بگذاریم. در دوم قرنتیان 4:16 چی میگه؟ دوم قرنتیان 4:16 میگه دل سرد نمیشویم، هرچند انسان ظاهری ما فرسوده میشود، پیر میشه، انسان باطنی روز به روز تازه میتر میشه. بعد چه کار کنیم؟ فکرامونو کنار بگذاریم. دل سرد نمیشیم با پیر شدن، چون میدونیم بله این بدن پیر میشه، ولی درون من در عیسی مسیح تازه تر و تازه تر میشه. کسی که با خداوند ما راه میره، چون روح خدا، روح زندگی، روح حیات در قلبشه، قلبش شادتر و شادتر، آرامتر و آرامتر میشه. ممکنه ظاهر ما پیر بشه، یه زمانی هم جسم ما باید میره که خدا رو شکر خداوند یک جسم جدید به ما میده. بابا این جسم ما چی داده که حالا بخوایم بهش بچسبیم؟ یک زمانی خدا جسم جدیدم به ما میده، ولی راجع به پیر شدن یک مسیحی غمگین نیست. میگه بابا بذار جسم پیر بشه، روح من روز به روز تازه تر، روح من هر روز در خداوند من شادتر، آرامتر. پس دیگه به ظاهر نگاه نمی کنیم. شماره 3، در مورد سختی ها، سختی های زندگی، اینا رو باید چه جوری نگاه کنیم؟ تو زندگی همه ما سختی هست، ولی با این سختی ها باید چه جوری برخورد کنیم؟ باید چه جوری نگاه کنیم؟ باید حالمون گرفته بشه؟ بابا تو همه زندگی همه سختی هست. برخورد مسیحی، طرز فکر مسیحی، دوم قرنتیان 4:17، زیرا رنج‌های جزئی و گذرای ما جلالی ابدی برای ما به ارغمان می‌آورد که با آن رنج‌ها قیاس پذیر نیست. حالا هر چه قدمی دنیا سختی به ما بده، یه مسیحی چی فکر می‌کنه؟ میگه بابا این دنیا در گذره، من به اون چیزهای عالی نگاه می‌کنم، به اون چیزهای گذرا، این سختی‌ها میاد و میره، ولی جلال و اون شادی و اون پیروزی و اون زندگی که خدا به من میده تا به ابد باقی هستش. پس باید حواسمون جمع باشه، دل سرد نشیم. به سختی هایی که نگاه میکنیم با سختی ها رو زیر پا بگذاریم. یک مسیحی سختی های دنیا رو دوشش نیست، زیر پاشه. میگه من به قدرت مسیح بر سختی های دنیا پیروزم. تازه این همه سختی، مریضی باشه، بدترینش هر چی باشه، گذراست. من برای جلال خدا دارم میرم، من میدونم آیندم کجاست. اولا بر مشکلات زمین پیروزم، ثانیا اگرم به من فشار آورد، بابا اینا همه موقتیه، من پیروزم، من تا به ابد در حضور خدا خواهم بود. مسیحی از سختی ها هم نمیترسه، اجازه نمیده سختی های دنیا حالش رو بگیره. شماره 4، به مسائل دنیا، نگاه به مسائل دنیا. اصلا چجوری به دنیا نگاه میکنی؟ کسی که خدا رو نداره، دنیا هر چی که هست به همین چسبیده. اصلا دنیا همه چیزش هست، شادیش درونه، که اصلا دنیا به ما شادی نمیده. یک مسیحی باید چطور به نسبت به دنیا فکر کنه؟ یک مسیحی در دنیا هست ولی از دنیا نیست. تو این دنیا هست، از هر چیزش هم لذت میبره. توجه کنید، مسیحیت تارک دنیا نیست، مسیحیت از هر چیز این دنیا لذت میبره ولی در گناه زندگی نمیکنه. در دوم قرنتیان 4:18 میگه که نه بر آنچه که دیدنی است، بلکه بر آنچه نادیدنی است چشم می‌دوزیم، زیرا دیدنی ها گذرا اما نادیدنی ها جاودانی است. مسیح نگاه میکنه میگه این گل رو من ازش استفاده میکنم، خیلی هم ازش لذت میبرم، ولی میدونم این گل پژمرده میشه، زیاد بهش تکیه نمیکنم. این دنیا رو میبینم، چیزهای خوب این دنیا رو، خیلی هم از بقیه خیلی هم بیشتر لذتشو میبرم، ولی میدونم اینها گذراست، زیاد بهشون نمیچسبم، زیاد زندگیمو رو این چیزها بنا نمی کنم که بعد زیر پام خالی بشه و همه چیزم خراب بشه.
لذتشو میبرم ولی میدونم اینها گذراست. من به چیزهای ابدی چشم دوختم، به چیزهای جاودانی چشم دوختم. یک مسیحی تو این دنیا هست ولی زندگیشو خلاصه نمیکنه به این مسئله. و شماره 5، به مرگ. دید نسبت به مرگ. مرگ برای کسی که نجات مسیح رو نداره خیلی ترسناکه. ترسناکترین واقعه است. اخ مرگ بیاد چی میشه؟ ولی در ایمان مسیحی مرگ گذرا و نقد کردن اون وعده خداوند هستش. یک مسیحی از مرگ نمیترسه چون کوپونش دستشه، وعده خدا دستشه که گفته تو نجات یافتی. مسیحی انشالله نداره که حالا بمیرم بعدن چی میشم. این مسیحی مطمئنه که وقتی که بمیره، لحظه‌ای که بمیره در حضور خداوند خواهد بود. بر همین کلام خدا میگه ما بر مرگ پیروز شدیم. میگه نیش مرگ وجود نداره. ترس از مرگ رو عیسی مسیح شکست داد. یک مسیحی بر مرگ هم پیروز شده. از ترس مرگ آزاد شده. چون میدونه که وقتی که بمیره در نزد خداوند با بدن جدید 100% خواهد بود. چرا 100%؟ چون خدا قلاده. طرز فکر یک مسیحی راجب پول و اموالش باید عوض شه. پول بزرگترین ریشه درد بشر هستش. چه داشته باشی چه نداشته باشی استرس داری، فشار داری. ولی مسیحی راجب پول چه فکری میکنه؟ در فصل 6 متا عیسی مسیح خودش درس میده. میگه بر زمین گنج میندوزید، جایی که بید و زنگ زیان میرساند و دزدان نقب میزنند و سرقت میکنند. گنج خود را در آسمان بیندوزید، آنجا که بید و زنگ زیان نمیرساند و دزدان نقب نمیزنند و سرقت نمیکنند. زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجا خواهد بود. پس راجب شماره 6، راجب پول یک مسیحی فکرش باید عوض شه. یک مسیحی چه جوری فکر رو میبینه؟ پول رو میبینه؟ میگه پول یک وسیله است. بهش وابستم نیستم. یک وسیله است که خدا به من میده که باهاش زندگی کنم، باهاش دیگران رو خدمت کنم، باهاش برای خداوند جلال بیارم، برای خدمت خدا، برای کار خدا به کارش ببرم. برای هم یک مسیحی با شادی 10% که هیچی بیشترش هم میده. چون میدونه که زور و مذهب نیست. میدونه که اینو برای جلال خدا. تمام پولش 100% پولش برای جلال خداست. و پولش رو برای آسمان سرمایه گذاری میکنه. یک مسیحی میدونه بابا این زمینه، این خرجای زمینی میاد و میره، هیچی برای آدم نمیمونه. وقتی که زیر خاک رفتی هیچی نمیمونه. تنها چیزی رو میتونی از این دنیا به اون دنیا ببری که برای خداوند کرده باشی. اگه پول تو برای نجات دیگران به کار ببری برات میمونه. و هر جا که پول تو بذاری دلت اونجا هست. اگه پول تو فقط رو این زمین بگذاری به این زمین زیادی وابسته میشی، آخرام دل شکسته، آخرم خورد شده. ولی اگر میگی من تو این زمین بهترین زندگیمو به قدرت خدا دارم ولی به پول وابسته نیستم، اگرم خداوند به من پولی میده میخوام برای خدمتش، برای جلال او، برای کار او به کار ببرم. خیلی از شما عزیزان پولتون رو برای خداوند به کار میبرید، برنامه رو ضبط میکنید، تکثیر میکنید، پخش میکنید. این بهترینه، این دارید خدا رو خدمت میکنید. چه چیزی بهتر از این که یک فیلم خدا محبت است رو آدم ضبط کنه، تکثیر کنه، به یکی بده و زندگیش عوض شه؟ چه چیزی با ارزش تر از این؟ یک کتاب مقدس بگیره و به یکی بده و اون بخونه و به محبت خدا، با عشق خدا آشنا بشه. چه خرج عالی، چه خرج عالی که یک نفر که نداره، در غم، در سختیه، بیا یک هدیه بهش بدی در نام عیسی مسیح، بگی بگیر اینو، اینو خدا بهت داده نه من. بیاین پولامونو برای خداوند به کار ببریم. شماره 7، در مورد وقت. افسوسیان فصل 5 آیه 15 و 17، باید راجع به وقت فکر ما باید عوض شه. زمانهامونو نباید هدر بدیم. زندگی ما رو این زمین کوتاست. قدرش رو باید بدونیم. نه یا این روزهامون رو همینطوری بیاد و بره و هدر بره. یا برای نگرانی ها، برای غم های این دنیا صرف کنیم. وقتامون سرمایه است. خدا یک روز رو به ما هدیه میده. میگه این روز هدیه مال تو. ببینم امروز چه کار میکنی. در افسوسیان فصل 5 آیه 15 تا 17. فصل 5 آیه 15 میگه مراقب باشید که چگونه رفتار میکنید. رفتاری نه چون نادانان،
بلکه چون دانایان حکیم باش، حواست جمع باشه که چجوری وقتاتو صرف میکنی. فرصتها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدیست. وقتها رو مواظب باشید، فرصتهایی که خدا جلوتو میذاره بهترین استفاده رو کنید. پس نادان نباشید، بلکه دریابید که خواست خداوند چیست. بهترین روش استفاده از وقت اینه: خداوندا، اراده تو، خواست تو برای امروز من چیه؟ امروز آنچه که تو میگی رو انجام میدم. خداوندا، در سر کارم، در خانوادم، وقتام رو تو مبارک کن. میخوام وقتم صرف انجام اراده تو باشه. اگر به خانوادم میرسم، اگر به سر کارم میرسم، میخوام که خداوندا وقتام برای تو به حساب بیاد. عزیزان، ما مسیحیان باید زندگی ما به حساب بیاد. نباشه زندگی بیاد و برو هیچ ثمری نداشته باشه برای خداوند. خداوندا زندگی منو به حساب بیار، وقتهای منو به حساب بیار. بگیر وقت من صرف چیزهای مثبت بشه. اگه باید تو منو برای تحصیلات خوندی، عزیزان، وقتی میگم خدمت خدایی نیست که آدم فقط تارک دنیا بشه. خداوند بعضی از شما رو برای این خونده که برید بهترین تحصیلاتو بکنید. بعضی از شما رو خوانده که بهترین تاجران باشید، نمونه باشید، موفق باشید. بعضی از شما رو خونده که در قسمت دولتی مردم رو خدمت کنید. برید، اگر خداوند شما رو خونده، وقتاتون رو سرمایه گذاری کنید تا اراده نیکوی خدا برای شما انجام بشه. در هر امری موفق باشید، چون خدا با شماست. در مورد بقیه ایمانداران بعد چی فکر بکنیم؟ بقیه ایمانداران، این خیلی مهمه. ما میریم در یک کلیسای خانگی یا یک کلیسا، فکرهای ما انسان‌ها غلطه. نگاه میکنیم به جوغمون میخوره، بعدم میگیم آقا ما نیستیم، قهرم میکنیم، جدا هم میشیم، چون فکرهامون غلطه. خدا میگه که وقتی به بقیه ایمانداران مسیحی نگاه میکنی، بعد چطور نگاه کنی؟ در اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 19 و 20 میگه که چیست امید و شادی و تاج افتخار ما در حضور خداوندمان عیسی هنگامی که بازگردد؟ مگر شما نیستید؟ به راستی که شمایید جلال و شادی ما. تو همین فصل و فصل 1 صحبت میکنه که میگه شما ایمانداران عزیز منید. وقتی به همدیگه نگاه میکنیم، ما مسیحیان حق نداریم همدیگه رو قضاوت کنیم، رابطه هامون رو قطع بکنیم. وقتی به برادرت، خواهرت نگاه میکنی، مشکل داره؟ بله داره. خودت هم داری؟ هنوز شبیه مسیح نشده؟ نه، هنوز نشده. هنوز شبیه مسیح نشده، مشکلات داره، مشکل شخصیتی داره. تو هم داری؟ ولی بعد چجوری نگاه کنی؟ بگی که این برادر عزیز منه، این خواهر عزیز منه، این تاج افتخار منه، این امید منه، این شادی منه، جلال منه، و من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. عزیزان، باید چشامون عوض شه. همون انسان‌های خاکی که دور و بر ما خداوند گذاشته، تو همون کلیسای خانگی، در همون کلیسایی که میرید، باید بچسبید به برادر و خواهرات. کاملا نه، تو هم نیستی، ولی بیایم که واقع بین باشیم. یک انسان ناکامل مثل من با یک انسان ناکامل مثل برادر و خواهرم در یک خانه، کلیسای خانگی، دلهای ما در محبت خدا به هم چسبیده و هیچ چیز ما را از هم جدا نمی کنه. این از خداست. این دلو داری برای برادر و خواهر مسیحیت؟ وقتی کلیسا میری، وقتی کلیسای خانگی میری، آیا اینو میگی که خداوند دل منو به تو وصل کرده و هیچ کاری تو نمیتونی بکنی که من رابطه‌مو با تو قطع کنم؟ تو عزیز منی، چون عزیز خدایی. تو برای من با ارزشی، چون برای خدا با ارزشی. تو امید و جلال منی، من به تو احتیاج دارم همونطور که تو به من احتیاج داری. بیام فکرامونو راجب همدیگه عوض کنیم. شماره 9، راجب مقاممون، مقام و اقتدار ما. ما بیچاره نیستیم، ما فرزندان خدا هستیم. در افسوسیان فصل 2 آیه 6 می‌فرماید با مسیح برخیزانید. خداوند ما را با مسیح برخیزانید، در جایهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید. یک مصیبت چی فکر کنه؟ مقام من به پولمه؟ ارزش من، قدرت من به پولمه؟ به اون جایی هستم که در شاید دولت یا در شرکت هم به من دادن؟ نه، مقام من، اقتدار من در عیسی مسیح. میگه چی؟ میگه شما رو برخیزانی، یعنی مرده بودید، در روح مرده بودید، هیچ بودید. ما هیچ بودیم عزیزان، صفر بودیم،
ولی خداوند میگه که تو که بی ارزشی، تو که قدرتی نداری، تو که مقامی نداری، من تو رو بلند میکنم. تا کجا؟ میگه ما را با مسیح در جایهای آسمانی نشانید. حتی نمیگه خواهد نشانید، نشانید. عزیزان، ما به مسیح ایمان آوردیم، ما روی تخت پادشاه باهاش نشستیم، ما شاهزاده ها هستیم. اینطوری باید فکر کنید، ما در کنار مسیح روی تخت سلطنت نشستیم، پس دنیا زیر پای ماست. مانند شاهزاده باید زندگی کنی، باید مانند شاهزاده صحبت کنی، حرف رکیک از زبانت بیرون نیاد. مانند یک شخص با ارزش که کنار مسیح رو صلیب نشستی، روی تختش نشستی و با صلیب مصلوب شدی. شماره 10، طرز فکر در مورد آنچه که انسان رو نجس میسازه. نجس، ما فکرهای مذهبیمون رو گاهی با خودمون در ایمان مسیحی میاریم. مذهب ما میگه این نجسه، اون نیست، این کارو بکن اون کارو نکن. بعد میایم در ایمان مسیحی میگیم حالا به ما بگو چی نجسه چی نیست، به چی دست بزنم به چی دست نزنم. و خداوند میاد میگه اصلا فکرتو عوض کن. ایمان مسیحی مذهب نیست که بخوای بگی آقا یه دعایی رو حالا تکرار کنیم، حفظ کنیم، تکرار کنیم. نه، نجسی نیست که دست میزنی. خود عیسی مسیح در مورد نجس ببینید چی میگه در مرقس فصل 7 آیه 20. مرقس فصل 7 آیه 20، و عیسی مسیح میفرماید آنچه از درون آدمی بیرون می آید آن است که او را نجس می سازد، زیرا این هاست آنچه از درون و دل انسان بیرون می آید: افکار پلید، بی‌عفتی، دزدی، قتل، زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی، حسادت، تهمت، تکبر، حماقت. این بدی ها همه از درون انسان سرچشمه میگیرد و آدمی را نجس میسازد. این فکرمون رو عوض کنیم. ما فکر مذهبی داریم، این دست نزن، این اصلا اینا نیست. خداوند میگه که باید به قلبت نگاه کنی. آنچه که انسان رو نجس میسازه از درون میاد. ما فکرامون باید عوض شه عزیزان. ما مسیحیان باید استانداردامون عوض شه. این دست نزن، اون دست نزن نجس نیست. به قلبمون رجوع کنیم. تهمت، حسادت تو قلبمونه، درون ما نجس. خداوند درون من از حسادت پاک کن. اگر حسادت در درون منه، من نجس شدم. خداوند توبه میکنم و منو پاک کن. افکار پلید، بدبینی، نسبت به یکی بدبین هستی، درونت نجس شده. فکر بد راجع به یکی میکنی نجس شده. خداوند منو ببخش، فکر بد میکنم، من میخوام فکر مثبت راجع به همه کس داشته باشم. اینهاست که درون ما رو خداوند میگه نجس میکنه. افکار بد، فکر دزدی، فکر قتل، فکر زنا، طمع، بدخواهی، حیله، هرزگی. عزیزان، اینها رو باید از قلب خودمون جدا کنیم، بیایم زندگی تازه رو داشته باشیم. من فقط چند تا نمونه دادم، ولی در کلام خدا هر روز که میخونید، هر روز کتاب مقدس رو میخونید، هر جا رو که میخونید بگید خداوند فکرهای قدیمی، روشهای قدیمیمو کنار میذارم، مثل یک لباس کهنه کثیف بیرون میندازم و این کلام شیرین تو رو میپوشم. اول فکرم رو عوض میکنم و بعد میخوام رفتارم رو بپوشم و مانند مسیح زندگی کنم. مسیحیت ما به این نیست که فقط صلیب به گردن بندازیم، گرچه اونم خوبه، برای تزیین قشنگه. به اینم نیست که به کلیسا بریم، گرچه اونم عالیه، باید رفت. مسیحیت ما به اینه که زندگی های ما عوض شده و رفتار ما، شخصیت ما، گفتار ما بیشتر و بیشتر شبیه مسیح میشه. پس ما مسیحیان باید روزانه عوض شیم، باید روزانه کلام خدا رو بخونیم و اجازه بدیم روح القدس به وسیله کلامش زندگی ما، قلب ما، فکر ما، گفتار ما، رفتار ما رو عوض کنه. دنیا باید به ما نگاه کنه و بگه که این مسیحیه، چون داره شبیه مسیح میشه. بیام امروز از کلام خدا یاد بگیریم، هم شکل جهان نشیم، کارهای این دنیا رو دنبال کنیم، بلکه با تبدیل افکار مسیح را بپوشیم، شخصیت او را، تا دنیا بدون خدایی هست و این خدا محبته و این خدا در ما زندگی میکنه. با هم دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنم ما را نجات دادی، تو رو شکر میکنم در من، در ما ساکن شدی. خداوند امروز از تو میخوایم خداوند ما رو عوض کن. نباشد که دنیا به ما نگاه کنه بگه که تو عوض نشدی، تو هنوز مثل دیگران هستی. خداوند ما رو ببخش اگر
این بودیم. امروز توبه میکنیم به عنوان مسیحیان، میخوایم که شبیه این دنیا نباشیم بلکه شبیه تو باشیم. پس روزانه فکرهای ما رو، روزانه قلب ما رو، رفتار و گفتار ما رو عوض کن. امروز توبه میکنیم، امروز آنچه را که کهنه است از خود دور میکنیم، امروز تو را میپوشیم، شخصیت تو را، حضور تو رای خداوند به تن میکنیم که مانند تو محبت کنیم و مانند تو عمل کنیم. این خواست ماست ای خداوند.